یکی از مسئله های مهم فیزیک 11 پیدا کردن نقطه تعادل بار سومه. یعنی اگه این بار اولیه من باشه، اینم بار دومی من باشه، من بار سومم رو کجا قرار بدم تا نیروهایی که بهش وارد میشن همدیگر رو خونسا بکنم و ایشون به صورت خالص هیچ نیروی رو حس نکنه. یعنی ذره‌مو اینجا بذارم، اینجا بذارم یا اینجا بذارم تا هیچ نیروی بهش وارد نشه. تشریحی این سوال رو توی کتاب‌های تست و جای مختلف زیاد دیدم. امروز میخوام براتون حل تستیشو بهتون نشون بدم. این روش حل تستیشو نشون بدم که بتونید توی زمان خیلی کوتاه‌تر اینو به جواب برسونید. بچه‌ها برای حل این سوال من باید از این رابطه استفاده کنم. چه رابطه‌ای؟ x مساوی است با d به روی رادیکال کیوی دو به روی کیوی یک مثبت منفی یک. خب بیا ببینیم پارامترها اینجا چی هست. اول از دی شروع میکنم. بچه ها دی منظور فاصله این دوتا بار اصلی منه. یعنی مثلا دوتا بار من تو چه فاصله قرار گرفتن؟ 10 سانتی متری، 20 سانتی متری، 30 سانتی متری چه فاصله قرار گرفتن؟ این فاصله دوتا بار من تحت عنوان دی قرار دادم. کیو یک و کیو دو هم همونطور که میبینید بارهای ما هستن. ولی حواستون باشه بچه، اون چیزی که تو صورت قرار میگیره، مثلا کیو دو اگه قرار گرفته حتما باید بار بزرگتر باشه. کیو دو یعنی الان بزرگتر از کیو یک. استاد این بزرگتری رو ما باید مثلا علامت رعایت بکنیم یا فقط اندازه رو بگیریم؟ بچه اینجا منظور من از بزرگتر میشه اون باری که عددش بزرگتره، کاری هم به علامتش اصلا نداشته باشین. یعنی در واقع این رابطه رو من کیو یک و کیو دو رو باید داخل قدر مطلق بذارم. مثلا بین منفی 8 و مثبت 2 الان برای این رابطه منفی 8 عدد بزرگتریه. وقتی هم که شما اینجا عدد رو گذاشتین، اینجا هم در نهایت ازش یه دونه قدر مطلق. خب حالا این مثبت و یک که تکلیفش مشخصه، ولی این مثبت و منفی اینجا چی کار میکنن؟ بچه ها وقتی که بارهای من هم نام بودن شما مثبت رو میذارید و وقتی هم که بارها غیر هم نام بودن منفی رو قرار میدید برای حل این. خب بریم نمونه سوال ازش حل بکنیم. سوال چی گفته؟ سوال گفته که دو تا بار 2 و 8 میکروکولونیو در فاصله 30 سانتی متری هم دیگه قرار بدید. خب من همین الان مشخص شد که ایشون میشود کیو یک و کیو دو من، اینم میشه دی یا همون فاصله ای که دوتا بار از هم دارن. بار سوم را در چه نقطه ای قرار دهیم تا نیروهای آن چی بشه؟ بچه ها براینده نیروهاش بشه صفر. خب مشخصه که الان دقیقا میخواد از همین قضیه استفاده بکنیم برای به دست آوردن. خب بچه ها یادتون باشه همیشه برای اینطور سوال ها شما اگه اول شکل رو بکشین خیلی میتونه بهتون کمک کنه. منم این شکل این سوال میکنم. من یه دونه الان بار 2 میکروکولونی اینجا دارم و یک بار 8 میکروکولونی هم اینجا دارم که فاصله شون از هم دیگه هستش 30 سانتی متر. الان بار سومم رو کجا بذارم تا این نیروشون، نیرویی که به اون وارد میشه خنثا بشه و عملا اون بار سر جاش ثابت بمونه؟ رابطه رو براش مینویسم. x مساوی است با d به روی رادیکال کیوی دو به روی کیوی یک مثبت منفی یک. خب بچه ها الان فاصله من توی این مسئله چقدر شده؟ خب 30 سانتی متر. پس من می‌نویسم 30 سانتی متر میشه فاصله من. خیلی خب رادیکال کیو دو به روی کیو یک، گفتم کیو دو و کیو یک چی میشن؟ بار بزرگتر به روی بار کوچکتر، که من الان اینجا میشود 8 به روی 2. حالا از علامت مثبت باید استفاده کنم یا علامت منفی؟ گفتید اگه بارهای من هم نام بودن مثبت، غیر هم نام بودن منفی. پس در نتیجه چون هر دو تاش مثبتن، بار منم اینجا باید علامت مثبت بذارم، مثبت یک. خب ساده سازیش میکنم، 30 به روی 8 به روی 2 که میشه 4، رادیکال 4 هم میشه 2، 2 به علاوه 1 هم میشه 3. پس در نتیجه 30 به روی 3 میشه چقدر بچه‌ها؟ میشود 10. اصلا اینجا چرا تبدیل واحد یه چیزی انجام نده؟ بچه خوبیه که این فرمول داره که اصلا نیازی به تبدیل واحد نداره. یعنی من این سی رو همینجا بر حسب سانتی متر قرار دادم
در نهایت این دهی هم که به دست آوردم بر حسب سانتی متر. این دوتا بار هم بر هر دوتاش بر حسب میکروکولوم بودن، نسبتشون رو میخواستم، پس در نتیجه هم نیاز به تبدیل واحد ندارم. خب حالا برم سراغ این که این دهی که من اصلا اینجا الان به دست آوردم یعنی چی و چه نتیجه رو برای من داره. بچه ها این ده میشه اون مکانی که بار ما داخلش بار سوم من توش تعادل داره. ولی 10 سانتی متر یعنی چی؟ 10 سانتی متر کجا هستن؟ این 10 سانتی متری که من به دست آوردم یعنی در کل این ایکسی که اصلا توی این هست میشه فاصله از بار کوچکتر. چون قانون کولون با بار رابطه مستقیم داره و با فاصله رابطه عکس داره، اون باری که کوچیکتر ما باید بهش نزدیکتر باشیم تا نیروش بتونه با نیروی بار قوی ولی در فاصله دور چی باشه؟ برابر باشه. خب الان بین 2 و 8 کدوم یکی از بارهای من کوچیکتره؟ خب 2 بار کوچیکتر. پس در نتیجه این 10 سانتی متر میشود این فاصله. یعنی من الان هر باری رو توی این نقطه قرار بدم نیروی خالصی عملا بهش وارد نمیشه. چرا؟ چون تو جایی قرار گرفته که نیروی ایشون با نیروی ایشون یکسانه و همدیگر رو خنثی میکنن، در نتیجه اف خالصی به ایشون وارد نمیشه. بریم یه مثال دیگه هم از این قضیه حل بکنیم. این بار هم دقیقا این همون سوال، گفتیم نیروی خالص چی بشه بچه ها؟ صفر بشه. ولی با یکی از بارها مثبت، یکی از بارها منفی، مثبت 2 و منفی 8 میکروکولوم. خب ببینیم اینجا باید چیکار بکنم. خب من دوباره بارها رو می‌نویسم. یکی از بارها 2ه، اون یکیمون هست منفی 8 ولی همچنان فاصله شون چقدر بچه‌ها؟ فاصله شون می‌شود 30 سانتی متر. الان بخوام حلش کنم دوباره همون رابطه رو می‌نویسم. x مساوی است با d به روی رادیکال کیوی 2 به روی کیوی 1 مثبت منفی 1. حالا شروع میکنم به عدد گذاری. قسمت اول فاصله 30 سانتی متر، رادیکال بار بزرگتر به روی بار کوچکتر بدون توجه به علامتش. یعنی من الان برای هر دو تا اینا مثبت گذاریم، تأثیری نداره. ولی این بار یه مثبت و منفی داریم بچه ها. این یکی مهمه علامتش، این الان مهمه برای من که تعیین بکنم چطور به دست بیاد. الان برای اینجا باید بگم چون یکی از بارها مثبت یکیشون منفی، پس در نتیجه بارهای من ناهمنام شدن و اینجا باید علامت منفی براش بدم. خب می‌نویسم 30 به روی 8 به روی 2 میشه 4، رادیکال 4 میشه 2، 2 منهای 1 هم میشود 1، پس در نتیجه یعنی اون فاصله که به دست میاد 30 سانتی. خب حالا استاد یعنی الان اولندش الان بار کوچکتر من که منفی 8 یا مثبت 2 بهتون گفتم کاری به علامتش نداشته باشید، مهم اندازه این عدد. 2 بار کوچکتر منه، پس من الان این فاصله میشه 30 سانتی متر، میشه فاصله از ایشون. حالا استاد مگه از اینجا بخوام 30 سانتی متر دور باشم؟ خب میافتم دوباره رو خود همین 8. بچه حواستون باشه وقتایی که بارهای من غیر هم نامن، غیر هم نام باشن، نقطه تعادلش میفته بیرون دوتا بار، و وقتی که بارها همنام باشن نقطه تعادل دقیقا میفته داخل. خب الان دو این بار مثبت این بار منفی، پس نقطه تعادل باید بیفته بیرون. در نتیجه من از این 2-3 سانتی متر میام به این سمت و این نقطه اینجا میشود نقطه تعادل من. یعنی من هر باری چه مثبت چه منفی چه کوچیک چه بزرگو توی این فاصله 3 سانتی متر قرار بدم، هیچ نیروی از طرف نیروی خالصی از طرف این و ایشون بهش وارد نمیشه. بچه‌ها نیرو وارد میشه ولی طوری هستن که همدیگر رو چیکار میکنن؟ همدیگر رو در نتیجه عملا هیچ نیروی خالصی بهش وارد نمیشه. خب یه مرور ساده سریع داشته باشیم. وقتی من دو تا بار دارم که میخوام نقطه تعادلشون رو پیدا کنم، یعنی بار سوم کجا قرار بگیره تا هیچ نیروی خالصی بهش وارد نشه، بهتره که بیام از این رابطه استفاده کنم. x یا اون فاصله تعادلی من میشود d فاصله دو تا بار تقسیم بر رادیکال q2 به q1 مثبت منفی 1. d رو که گفتم چیه؟ مثبت هم برای وقتی که بارهام همنامن، منفی هم برای وقتی که بارهام غیر همنامن. q و q2 هم که بارهای من هستن، ولی یادتون باشه q2 حتما باید بزرگتر از q1 باشه. در این صورت اگه از این قضیه استفاده بکنم x میشه فاصله
تعادل از بار کوچکتر. فقط یادتون باشه اگه بارهای من همنام بودن، این دوتاش مثبت یا دوتاش منفی، نقطه تعادل میفته داخل. اگرم بارهای من غیر همنام بودن، یکیش مثبت بود یکیش منفی، در اون صورت نقطه تعادل میفته بیرون، که باید ببینم کدوم یکی از این بارها کوچکتره. اگه این کوچکتر بود از نظر عدد ها، نه اندازه، از نظر اندازه میفته این سمت. اگرم این یکی کوچکتر بود میفته. خب امیدوارم که از این کلیپ لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. بچه‌ها این کلیپ رو با دوستاتون به اشتراک بذارین، نکاتم با دوستاتون به اشتراک بذارین، با هم دیگه در مورد این سوالات بحث بکنین، در مورد راهی رسیدن به این جواب بحث کنین، روش‌های تشریحش هم حتما مطالعه بکنین تا متوجه بهتر بشین. حالا یه سوال دیگه که مطرح میشه، استاد الان این تعادل رو شما گفتین برای کدوم یکی از بارها بود؟ بار سوم. یعنی الان این بار سوم من که اینجا قرار داره تعادل داره، این 8 و این 2 دیگه تعادلی براش وجود نداره. سوالی که الان پیش میاد که آیا حالتی وجود داره که هر سه تا بار من، یعنی هم ایشون وسطی، هم ایشون و هم ایشون تعادل داشته باشن؟ جوابتون رو بر در مورد این سوال توی کامنت ها